سخنگوی امارت اسلامی برای نخستین بار در برابر خبر کشته شدن ایمن زواهرین واکنش نشان داده است و در خبرنامه گفته است که از آمدن ایمن زواهرین به افغانستان و اقامت وی در این شهر هیچ اطلاعی ندارد و در حال بررسی ادعای ایالات متحده درباره کشته شدن وی در کابل است. در این خبرنامه حمله هوایی روز یکشنبه ایالات متحده آمریکا نقض توافقنامه دوحه و تهاجم به خاک افغانستان خوانده شده است. امارت اسلامی از آمدن و سکونت ایمن الزواهری در اینجا هیچ گونه اطلاعی ندارد. رهبر امارت اسلامی افغانستان به ارگانهای کشفی و استخباراتی دستور داده است که در مورد جنبه‌های مختلف رویداد متذکره تحقیقات جدی و همه جانبهشان را انجام دهند. نه در موضوع تایدویش و نه ردویشی که ردوی دنری اون استخبارات در موضوع تایدوی او امریکا هم خای په دومره فتر کې تدروغ نه وای او کته دی د نړۍ سره مواجه کیږي دغه عمل به د دوی مخالفان لا قوی کی په غرب کې به د دوی مخالفان دغه وای چې موږ ویل چې دوی په خپل وعده باندې وفا نه کوي د خارجانو حرکت د اول سر په د سایس وی بلادي د شي یو مخلصانه حرکت چې نه دی کړی چې هغه افغانستان د افغانستان د ژوند په ګټه ایالات متحده آمریکا کشته شدن ایمن زواهری را در حمله هوایی بی سرنشین در کابل اعلام کرده است، اما تا اکنون در این باره سندی پخش نکرده است. آیا آمریکا در این همه وقت، در این همه زمان زواهری را نمیشناخت، جایش بلد نبود که اونقدر صبر کرد که زواهری به افغانستان سفر بکنه و در افغانستان بکشه؟ یک توطیه سیاسی بیش نیست. ایمن الزواهرین پس از اسامه بن لادن رهبری گروه القاعده را بر عهده داشت و ایالات متحده 25 میلیون دلار را برای کشته شدن او انعام گذاشته بود.